درودی گرم، دارش باقری هستم در برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بیگ بنگ. با حضور جناب آقای پروفسور ابراهیم بیکتری در خدمتتون هستیم. در هر برنامه صحبت‌های زیادی در رابطه با مسائل مختلف از جمله پیدایش کائنات، خدا، دین، علم و پدیده‌های دیگری که مورد توجه از لحاظ علمی هست در خدمت. دفعه قبل در رابطه با کسوفی که در آمریکا بیشترین ظهور رو داشت در حقیقت در تگزاس تا مین صحبت کردیم. عکسایی رو براتون در طول برنامه‌های مختلف من نشون دادم، هم از این خورشید گرفتگی، هم از کسانی که از نقاط مختلف دنیا برای دیدن این کسوف آمده بودن به تگزاس و شهرهای دیگه‌ای که میتونستن این پدیده رو ببینن موجود بودش، که الانم تعداد از اون عکس ها رو شما ملاحظه می‌فرمایید. جمعیت خیلی زیادی جمع شده بودن، عینک های مخصوص رو زده بودن برای دیدن این پدیده شگفت انگیز. خب طبق معمول عده‌ای هم اونجا سرگرم فروش کالاهایی بودن که میتونستن با این فروش این کالاها در حقیقت از این پدیده بهره برداری بکنند. این پدیده شگفت انگیزی بود که به تاریکی کامل خورشید در بعضی از مناطق انجام. اما در پایان برنامه قبل با جناب آقای ویکتوری صحبت از یو اف او ها و موجودات فضایی که خیلی ها ادعا می کنند که این موجودات به کره زمین اومدن، کارهایی رو انجام دادن، آموزش‌هایی رو دادن به بعضی از افراد، بناهایی رو کمک کردن ساخته شده، عده‌ای رو هم ربودن و بردن و خیلی از این صحبت‌ها که از آقای ویکتوری خواهش کردیم به طور مفصل در این برنامه یک برنامه کامل حداقل بذاریم که در این مورد صحبت کنیم. اول سلامی گرم دارم خدمت جناب آقای پروفسور ابراهیم ویکتوری عزیز. آقای ویکتوری چی رو دارین جستجو می‌کنین؟ سلام، دارم سعی میکنم با این عینکه عادت بکنم. من متاسفانه دو تا عینک دارم که یکیش مال جلو خوندنه، یکیش مال عقبه و اینا خیلی با هم بیه فرق دارن. خلاصه حالتون خوبه؟ جونم؟ حالتون خوبه؟ آره حالم خوبه. خدا رو شکر، خدا رو شکر که حالتون خوبه. دردم کمتر شده. چه خبر؟ سلامتی، همه چی خوب؟ یه سلام علیکی با بیننده هامون بکنین. بس سلام اولا به همه دوستانم در تلویزیون پارس که امروز دارن با ما همکاری میکنن، بازم زحمت بهتون دادم. به همه بینندگان در سر تا سر دنیا، بگم درسته دیگه؟ بله حتما، بله در سر تا سر دنیا و اونایی که ایمیل برای من میزنن و سوال هایی که دارن، گاهی اوقات یکی دو تا هم تلفن مثل این که اومده بود در عرضه یکی دو هفته. در صورت امروز دیگه حاضریم که راجع به این بخش سوم کتاب پدیده های فضایی امروز درباره صحبت کنیم که سوژه هست درباره UFO. حالا UFO یعنی چه؟ UFO به انگلیسی یعنی Unidentified Flying Object، یعنی اشیایی که دارن تو هوا پرواز میکنن ولی ما نمیدونیم که اونا چی هستن و متعلقه به چه مملکتی هستن، تیارن چی هستن و این اون. و این کاری بود که در تقریبا در اواخر سال 1887 این بامبولوازی هایی که درباره بشقاب هوایی مردم صحبت بکنن و این و اون، این موضوع پیش اومد و این وقتی بود که در همه جای دنیا یه صحبت از این شده بود که در آسمان، در سیاره های دیگه ای که در دور زمین هست به اون موقع باش ارتباط داشتیم ما، به خصوص سپسیفیکلی اون موقع اولیش مارس بود، مریخ، موقعی بود که ستاره شناس هایی که در روی زمین بودن
فکرشون رفت رفت به اینی که آیا در بیرون از زمین، بیرون از محیط فقط و فقط زمین ما، از آسمون هم اون موقع هم تیاره و اینا که همچونی که میگن نبود دیگه، ولی یه چیزایی که همه فکر میکردن که مثلا اگر بریم آسمون، مثلا اگر حالا که تیاره های ما وقتی بخوایم از آمریکا مثلا بریم به اروپا، تیاره ها در 30,000 فوتی سطح زمین پرواز میکنن، اون موقع اصلا همچین چیزایی نبود، همچین دستگاهایی در زمین وجود نداشت. اینه که یک دفعه شروع شده بود به اینی که مردم صحبت کنن درباره اینی که آیا بیرون از زمین، حتی بیرون از سطح زمین، آیا بشری وجود داره، حیواناتی وجود دارن، آیا درخت‌هایی وجود دارن. و به خصوص اول فکر این میکردن که در سیاره هایی که جزو زمین هستن، یعنی زمین یکی از 9 تا یا 10 تا سیاره هست که ما قبول میکنیم که به دور زمین دارن، به دور خورشید ما دارن حرکت میکنن، اینها منظومه شمسی رو درست کردن. اون موقع فقط ما اینو میدونستیم و هیچ خبری هم از اینی که در هیچ کدومش چه چیزی بود یا نبود نبود، ما نداشتیم، برای اینکه نمیدونستیم اونجا اولا مسافرت کنیم بریم یا حتی تلسکوپ هایی رو ببینیم. موقعی وقت در باره فضا بشر دونست و بشر در روی زمین دونست صحبت بکنه، موقعی بود که یک ستاره شناسی که در سطح زمین داشت کار میکرد و زندگی میکرد در ایتالیا به اسم شیپرلی، اوکی یس شیپرلی، آره، این یک تلسکوپی درست کرده بود. تلسکوپ رو تقریبا 2300 سال پیش از زمان گالیلئو اینا تلسکوپ رو درست کرده بودن در زمین و از تلسکوپ ها با تلسکوپ ها داشتن ازشون استفاده میکردن که به سیاره هایی که به دور زمین هستن اونها رو آیدنتیفای بکنن، چون با آسمون که نگاه میکنیم به سیاره ها فرق ایست تا سیاره هایی که به دور خورشید دارن میرن، ولی ما اونها رو در آسمون میبینیم. شما اینا رو اگه مثلا نگاه بکنید درست مثل بقیه میلیون های صد ها هزار سیاره هستن که چی ستاره هستن که در آسمان هستن. موقعی ما تونستیم اینا رو بگیم که نه، اینا متعلق به خورشید ما هستن و خورشید ما یک ستاره هست که تلسکوپ و گالیلئو و برای اولین بار تلسکوپ درست کرده بود 2300 سال پیش و شروع کردن اینا تشریح بدن به این هایی که در آسمان هستن، این 6-7 هایی که در آسمان هستن، اشیایی که در آسمان بودن و ما میدونستیم که اینها به غیر از بقیه هستن که ستاره هستن. یعنی تفاوت ستاره و سیاره رو ما تونستیم بدیم. اولین باری که در یکی از این سیاره ها 7 تا 8 تا 9 تا بودن، کم کم بهش اضافه می شد، همی که عقبتر و عقبتر می رفتیم. اولین موقعی که صحبت شد از اینی که آیا در این سیاره هایی که به دور زمین، به دور خورشید و همراه زمین دارن اینها میگردن، آیا در اونجا چه خبره، چی هست، آیا در اونجا آب هست، درخت هست، حیوانات دارن یا این و اون، این آخر قرن 19 بود. در سال 1887 یک ستاره شناس ایتالیایی که الان اسمشو بهتون گفتم به اسم شپرلی، این یک
چیزی درست کرد، یک تلسکوپی درست کرد که تونست که سیاره مریخ رو که ما دیگه خب خوب شناخته بودی بهش دیگه به اندازه کافی نگاهش کرده بودن، اینو دونست که به سطحش نگاه بکنه و عکس که این عکس و اینا که نمیدونستن اون موقع بگیرن، بعد از یه مدتی شروع کردن به عکس گرفتن اکچولی، ولی اینها قبلا چیکار میکردن؟ نگاه میکردن و اون چیزی که میدیدن اینها نقشش رو روی دونه کاغذ میکشیدن. شما اگه صفحه در کتاب پدیده های فضایی بخش سوم که از صفحه 99 شروع میشه، این چه در قسمت انگلیسی قسمت کتاب هست که برنامه که کتاب به زبان انگلیسی چاپ شده و از طرف دست راستش وقت کتاب رو باز بکنید به زبان فارسی چاپ شده، صفحه ها به هم دیگه میخورن تقریبا. قسمت اول که قسمت فارسیش هست این ترجمه کتابی است که به زبان انگلیسی در از طرف چپ کتاب چاپ شده. اینو دفعه پیش براتون گفتم که چطور شد اینجوری شد. یک بار دیگه بگم، من فقط به انگلیسی میدونستم این کتاب ها رو بنویسم، فارسیم به اندازه کافی جلو نرفته بود. من موقعی که تقریبا 18 سالم بود از ایران اومدم بیرون که بیام آمریکا و در رشته ای که قرار بود با فامیلم قرار بود که بخونم، رشته نساجی بود، داستانشو براتون تعریف کردم که چطور شد من اومدم آمریکا و شروع کردم به این که در رشته نساجی درس بخونم و قبل از اون میبایست بود زبان انگلیسی رو خوب بدونم، چون زبان انگلیسی رو نمیدونستم. در ایران من در مدرسه فیروز بهرام، در دبیرستان فیروز بهرام در تهران، اونجا 6 سال تحصیل کرده بودم. فیروز بهرام هم میدونید که بهترین، یکی از بهترین دبیرستان های ایران بود و مال زرتشتی ها بود و یعنی همیهران زرتشتی من لطف داشتن. من یادم روزی که رفتم به دبیرستان فیروز بهرام اسم بنویسم با پسر خالم که یکی از الغانیان های مشهور در ایران اسمشون بود، ایشون منو بردن پلو رئیس زرتشتی ها، رفیق بودن با هم دیگه، منو به ایشون معرفی کردن و ایشون هم یه تلفن کردن به فیروز بهرام که تو خیابون که تو ساختمون چسبیده به اونجایی بود که زرتشتی ها چیز خودشون رو داشتن، ارگانیزیشن های خودشون رو داشتن، اونجا تلفن کرد و گفت که یک نفر به اسم ابراهیم ویکتوری میاد اسمش رو بنویسید در دانش در دبیرستان. و اینجوری شد که من رفتم کلاس هفتم به دبیرستان فیروز بهرام. یهودی هم خودشون داشتن دبیرستان که من میتونستم اونجا برم، ولی من در دبستان یهودی ها درس خونده بودم، اسمش هم بود دبستان کوروش در تهران، ولی دبستان از سال اول بود تا سال هفتم. از کلاس هفتم خود بریم به دبیرستان، از کلاس هفتم شروع میشد تا کلاس دوازدهم. یهودی هم یه دونه دبیرستان داشتن به اسمش، ولی اسمش بود دبیرستان اتحاد و اون در تقریبا مشرق تهران دفترش بود، چون یهودی ها براتون تعریف کردم دفعه پیش که اون موقع در محله خودشون میبایست بود زندگی کنن قبل از اینی که رضا شاه پهلوی بیاد و شاه بشه و ایشون بودن که رضا شاه پهلوی بود که گفت که نه دیگه یهودی هم ایرانی هستن، فرقی نمی کنه، اونا هم هر جای ایران که بخوان، نه فقط هر جای
محل هر محله‌ای که بخوان، بلکه در هر شهری هم بخوان میتونن برن زندگی کنن. خلاصه مدرسه که درست شده بود در موقعی بود که یهودی ها میبایسته بود در محله یهودی ها زندگی کنن، بنابراین دبیرستان اتحاد در اونجا بود، ولی دبستان کورش در اسم خیابون های من رفته در ایسته در مشرق تهران بود. جناب ویکتوری، شما که خب دبیرستان هم تو ایران رفته بودین، چطور پس انگلیسی راحت تر بودین برای نوشتن تا فارسی؟ بسیاری که تازه اومده بودم آمریکا، من موقعی شروع به نوشتن کتاب کردم که 30-40 سال گذشته بود از اون موقعی که من اومدم بیارم. پس به این دلیل بودش که شما به انگلیسی مسلط تر بودین، کتابو به زبان انگلیسی نوشتین و بعد ترجمه شد به فارسی. حالا دو بخش این کتاب، یعنی بخش فارسی و انگلیسیش، در یک کتاب به نام پدیده‌های فضایی موجوده که الان راجع به فصل سومش که همین موجودات ناشناخته فضایی هستش که از صفحه 99 هم فارسیش هم انگلیسی از 99 شروع میشه، الان آقای ویکتوری داریم راجع به این صحبت میکنیم. راجع به این مقصود من اینه که این کتاب پدیده های فضایی، همچنین کتاب دیگه ای که خدا دین علم، اینا در حقیقت دو تا کتاب هستن، یکی به زبان فارسی، به زبان فارسی نوشته شده، به زبان فارسی چاپ شده، یک طرف از طرف دست چپ که کتابو باز میکنید همون که نوشته ها، همون بخش‌های مختلف به زبان انگلیسی نوشته شده. من اینو به زبان انگلیسی نوشتم، ولی ترجمه به فارسیش هم شد. به ترجمه فارسیش کردیم و تصمیم گرفتیم که ترجمه فارسی و ترجمه انگلیسی رو در یک کتاب بذاریم. هر پنج تا می‌دونید که دارید، شما که می‌دونید هر پنج تا کتابی که همه پنج تا کتابایی که من نوشتم اینجوری هستن. دو تا کتاب هستن در زیر یک جلد. بله. یک کتاب به زبان فارسی و نوشته شده و به زبان فارسی هم چاپ شده، یک کتاب از طرف دست چپ به زبان انگلیسی نوشته شده، هر دو کتاب به در زبان یک انگلیسی جلد. هم چاپ شده. هر دو کتاب در یک جلد هسته. هر دو کتاب در یک جلد. خب بریم ببینیم وقت شد. در بارش امروز صحبت میکنم، بخش سوم کتاب پدیده های فضایی، اسمش هم هست UFOs، درباره بشقاب پرنده صحبت میکنه. بشقاب پرنده رو بهش میگن UFO به انگلیسی، به فارسی ترجمه کردن گفتن بشقاب پرنده. در ترجمه انگلیسیش بشقاب پرنده، ترجمه انگلیسیش میشه Unidentified Flying Object، نمیشه بگن که مثلا بشقاب‌های ناشناس. آره، نه این بشقاب، عنوان بشقاب گذاشتن چون اولین تصوراتی که از سفینه‌های فضایی داشت، همونجوری که تو فیلم‌ها و سریال‌ها هم دیدیم، قدیم‌ها می‌دیدیم، چون گرد بوده شبیه یه بشقاب بوده، بودن بشقاب پرنده. حالا آره، اینا در آسمون که می‌دیدن، در آسمون یه چیزایی می‌دیدن، اونا هم که می‌دیدن طیاره بود در حقیقت، اگه می‌دیدن که طیاره بود و الا چیز بود. بیشترش اینها ریفلکشنی بود که از چیزهایی که در فضا بود یا در سطح زمین بود، اینا میرفت تو آسمون و خودشو برای یه مدتی نشون میداد و شما در یک نقطه از فضا شما میدونستید یک همچین پدیده ای رو در فضا ببینید. اینا رو کم کم موقعی که بشر در زمین فکر کرد به اینی که آیا در سیاره های دیگه موجود زنده وجود داره، در اونجاها آب وجود داره، درخت وجود داره، وجود نداره، حیوان چیه و اینا، اون موقعی بود که اینا شروع کردن به این ریفلکشنز بهش میگفتن، ریفلکشن بعضی از این چیزهایی که در سطح زمین یا فضای زمین بودن در آسمان میدیدن، میگفتن اینا بشقاب پرندن. یعنی اینا میگفتن که آه نه، اینا که خب حتما از بیرون از زمین، سطح زمین حتما آدم داره زندگی میکنه، اینا میشینن همینجوری که ما، شکلش دایره ای بود و شکلش بودش که گذاشته بودن Unidentified Object رو به فارسی بهش ترجمه کردن بشقاب پرنده. اینا وقتی که این
عکس بعضی از اشیایی که یا در سطح زمین بوده یا در فضا بوده و ریفلکشنش در جو زمین از یه جا به یه جا دیگه نشون میداده شده، اینا اسمش رو گذاشتن بشقاب پرنده. به زبون فارسی ترجمه البته کردن بشقاب پرنده، به زبون به زبون انگلیسی هیچ جایی من ترجمه ندیدم که بگن که مثلا فلاینگ پلی بشقاب پرنده میشه فلاینگ پلی. تو حالا فهمیدی جایی بگن فلاینگ پلی؟ نه دیگه، اینو میگم به خاطر شکلش با ما ترجمه کرده بودیم بشقاب پرنده. به خاطر چیش؟ به خاطر شکلش که گرد بوده. آه شکلش، آره به خاطر شکلش اینو ترجمه کرده بودن. درسته، صحیحه، ولی این فقط ترجمهش بوده، به زبون فارسی هیچ معنی نداشته. بله، یعنی که میگفتن بشقاب پرنده هیچ چیزی نداشته، مفهومی به زبون فارسی نداشته. این نه فقط ایرانی ها بودن، بلکه همه در همه جای زمین بودن، آمریکا، اروپا، در همه جا، آسیا، در همه جا راجب فضا و این اون دیگه شروع کرده بودن به صحبت کردن و حدس بزنن به اینی که آیا بیرون از سطح زمین هم آدم زندهی وجود داره یا وجود نداره و این اون و الهی تو کاری بکاره بس هم نداشته. جناب ویکتوری، تو کتاب همین پدیده‌های فضایی صفحه 111 شما اشاره کردید که دو جا در کتاب سفر پیدایش، در کتاب پیدایش و عهد جدید، یه جا اومده که میل شهوت آمیز به دختران جذاب انسان داشتن آدم فضایی، و پنج تا مورد دیگر هم ذکر کردین از کتاب پیدایش که یک موجودات فرشتگونه پسران خدا به زمین آمدند، آنها هر که را انتخاب می‌کردند به همسری برمی‌گزیدند. کتاب پیدایش دو. بله، و این مداخلات فرشتگون نه تنها و این مداخلات فرشتگون نه تنها پیش بلکه پس از طوفان نوح نیز اتفاق افتاده است. اینم باز از کتاب پیدایش فصل چهارشه. فرزندان حاصل از این وسط غیرقانونی، یعنی مقصود شما اینه که در این کتب‌های مذهبی فقط اشاره شده به اینی که اینها در سالهای قبل وجود داشت. بله بله، نه اینی که موقعی که مثلا محمد اومده بوده. نه نه، اینا در حقیقت اونو بگه همچین کسی هم. در حقیقت اینا اینجوری عنوان کردن که فرشتگانی از فضا اومدن به زمین، که مقصود حالا اینا تعبیر کردن به آدمهای فضایی و غیره که با زمینیان ارتباط برقرار کردن. خب اونم مثل خیلی چیزهای دیگه بود که همیشه حد زده بودن. آره. یا صحبتهایی کرده بودن اینا که میدونستن مردم خوششون میاد و هر چی که راجع به مذهب اینا گفتن، پیغمبرها گفتن یا در تورات و در قرآن و در چیز مسیحی ها نوشته شده، اینا همش میدونی که برای تو میدونیم اینا چی هستن، درسته یا نه؟ بله، شما بهتر میدونید. اینا همش خیالیه، هممون میدونیم که مثلا اگه خیالی نبود شما راستی باور میکنید که در عرض 7 روز 6000 5000 سال پیش اینجورا خدا در عرض 5 روز همه زمین رو درست کرد و گذاشت اینجا و گفت let there be light and there was light. اتفاقا در همین کتاب پدیده‌های فضایی راجع به مهمترین تکایی رو که در رابطه با آمدن آدم‌های فضایی به کره زمین هست، مثل اهرام ثلاثه مصر که میگن اگر شما مثلا دو برابر مساحت کفش رو در نم ارتفاعی ضبط کنی عدد پی به دست میاد، یا به مجسمه‌های سنگی جزیره ایستر یا معبد خیلی اینا هیچ کدومش حقیقت علمی نداره. تو همین کتاب همه رو داجبش توضیح داده کاملا، آقای فیکتوری همه رو توضیح دادن. ولی توضیحش رو دادیم که با همچین چیزایی گفتن که بوده. بله بله، آره اونم خب وقتی یه چیزی رو میخواید بنویسید باید برگردید در روز اول تاریخی که مردم در بارش صحبت کردن بنویسید. دلیل نداره که اینا وجود داشتن یا ما دیدیم. بله صد درصد. یه چیزی بهت بگم داروشان، میدونید شما که الان که من و شما اینجا نشستیم، ما تا به حال عکس یا چیزی از حتی یک سلول
حیات در خارج از زمین، ما عکسشو داریم؟ نه خیر. ما میدونیم جایی وجود داره؟ نه. ما میدونیم مثلا که در ماه که میدونیم اصلا وجود نداره، در مریخ هم میدونیم که اصلا حتی یک تکسلولی زیر خاک وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ما خودرو فرستادیم در سطح مریخ، راه رفتن. بله. اینا زیر سطح مریخ خاک و کندن. ما میدونیم که در سطح مریخ، امروز که نشستم من دارم باهاتون صحبت میکنم، همه اون میدونیم که در سطح مریخ نه آبی وجود داره، نه رودخانه ای وجود داره، نه هیچی. و الان خوب موقعی است که من بهتون به همه بگم که موقعی این پیشنهادی که در سطح در مریخ یا در سیاره های دیگه ای به غیر از زمین حیات وجود داره، موقعی است که این شپیرلی، برای اینه که من از شپیرلی شروع کردم بگم، یا همه علم شروع میکنه که شپیرلی که اولین کسی بود که به سطح مریخ نگاه کرد، ببین از با تلسکوپ از زمین، و اونجا در اون سطح مریخ رو که دید، در اونجا خطهایی دید، خطهای سیاهی دید. اینو در صفحه 99 میدونید ببینید، اینو حتما باید نشون بدید در بله بله، اینو باید حتما نشون بدید، این عکسی که در صفحه 99 هست، گوش بدید. بله. که عکس یک عکس سفید و سیاه. بله بله، این عکسی است که خود شپیرلی کشیده بوده، و این شپیرلی بود که در حقیقت این موضوع بشقاب پرنده، موضوع زندگی در بیرون از زمین، موجودات زنده در بیرون از زمین، همه اینا که سوژش که شروع شد، همش سر این شد که شپیرلی با تلسکوپش که داشت نگاه کرده بود چیزو، سطح مریخ رو نگاه کرد، و اون چیزی که تو این عکس دارید میبینید اون دید، و این عکسشو با مداد و این و اون کشید، و اگه این عکس رو حالا که نگاه دارید میکنید ببینید همه که این درست مثل اینه که اینا یک اقیانوس هایی هستن یا دریاهایی هستن که با کانال و این و اون اینا به هم دیگه رابطه دارن. برای همین هم هست که اسمش اینو گذاشتن که خود شپیرلی به اینا ریفر میکنه تو چیزی که خود شپیرلی نوشته، بهش میگه کانالی، اوکی؟ چیز ایتالیاییست. اون نوشته که در سطح مریخ آب وجود داره and there are کانالی. اینی که میگه کانالیز یعنی کانال. وقتی اون نوشته کانالیز، در این نیست که کانالی وجود داشته. این گفته که اون دو تا قسمت هایی که یه خود رنگشون سیاه‌تر بود، این گفته بود که اینا خب حتما سطح یک دیاره یا اقیانوسه که در مریخ وجود داره. و این خودش با خط اینا رو به هم دیگه وصل کرد، گفت اینا اینم کانالی هست که اینا میتونن با کانال با هم دیگه وصل بشن. جناب ویکتوری، همیشه یه سری آدم شارلاتان هم پیدا شده که از این مواردی که از عدم آگاهی بشر سرچشمه میگیره سوء استفاده. مثلا همین جایی که تو مکزیک هستش که پمپ بنزینی که هست اونجا، مردم میرن اونجا هم لوازم چیز سوغاتی مختلف بخرن، هم یه ویدیو از جراحی یک آدم فضایی اونجا درست کردن نشون میده. درسته، درست. این همیشه بوده. یه چیزی بهت بگم، هنوز هم هست. هنوز هم هست. بله، هنوز هم هست. حالا یه همش از ناآگاهی دیگه. شما همین اگر نمیدونم تو خبرها دیدین یا نه، دو سه روز پیش مایک دیوانه، کسی که فکر میکرد زمین مسطحه، با بوشکی که خودش ساخته بود بالاخره تصمیم گرفت بره هوا و بالا نگاه کنه ببینه این دروغی که سازمان ناسا میگه زمین گرده چیشه، که متاسفانه سقوط کرد موشک و اونم جانش از دست داد. ولی اینجور آدم ها هنوز هستن که آقا زمین صد صاف، مریخی ها اومدن از روش، به خاطر همین جذابیتش سریال ها ساخته شد، فیلم های سینمایی، کتاب های گوناگون، خیلی چیزها. Are you kidding me؟ به قدری نوشته شده درباره اینا. البته
همه شون هم دارن میگن که آره موجود زنده وجود داره، در مریخ وجود داره، نمیدونم. بعدا اومدن گفت، الان همه میگن که یکی از ماهای دور جوپیتر مثلا اونجا، اون چون که خیلی آب داره و اینا، اون در اون زیر اون آب موجود زنده وجود داره. و اینا حتی میان میگن که نه در اونجا موجود زنده هم وجود داره، ولی اینا زیر آب زندگی میکنن. هر چی که شما بگی اینا اگه به عقلشون رسیده باشه نرسیده باشه گفتن. آقای ویکتور، سوال اینجا پیش میاد، چرا الان که این همه تکنولوژی و دوربین های قوی و نمیدونم همه چی هسته، چرا این آدم ها الان نمیان؟ همشون گذاشتن زمانی اومدن که هیچی موجود نبوده که ازش بشه مدرک درست کرد. برای اینه که هیچ وقت نیومدن، نمیان چون وجود ندارن. الان بنده میدونم به شما بگم که با 100% من میدونم به شما بگم که در هیچ کدوم از سیاره هایی که به دور خورشید ما هستن موجود زنده وجود نداره. تو ما تو بیشترش بودیم، تو بیشترش رفتیم، تو بیشترش ساتلایت فرستادیم، خودرو فرستادیم، و حتی سنگ هایی که در چیز هستن، در این قسمتی که چی بهش بگن، اینجایی که این سنگ های بزرگ به دور خورشید میگردن، چی بهشون میگن؟ شهاب سنگ ها و اینا رو میگید؟ شهاب سنگ ها رو میگین؟ آره شهاب سنگ ها و اینا. آره که اینا میگن، همه اینا، آره در اینا آدم زندگی کنه. اینا به یه چیز دارم بهتون میگم، در این برنامه شما از من پرسیدید، تحت هیچ عنوانی نمیتونید شما هیچ چیزی ببینید، بخونید یا بفهمید که موجود زندهی در جایی بغیر از سطح زمین، جایی بغیر از زیر آب، جایی بغیر از زیر آبی که در زمین وجود داره، دارم میگم فقط ها، جایی که در زیر خاک موجود زنده در زمین وجود داره، جایی دیگه وجود نداره. حتی در ماه، ماه که یک قسمتی، واقعا یک قسمتی از زمین دیگه، ماه یک قسمتی از زمین بوده رفته بالا شده ماه، خوش میدید در اونجا هم هیچ موجود زنده ای وجود نداره. ندیدیم تا حالا. بشر رفته اونجا 7 دفعه، ما رفتیم اونجا مسافرت کردیم، راه رفتیم، شبا خوابیدن، استرونوتای ما تو ماه بودن، الان هیچ خبری از هیچ چیز زنده ای، حتی تکسلولی ندونستیم ما در جای پیدا بکنیم. البته جناب ویکتوری، به گفته خود شما این که حیات در کراتی دیگر وجود نداشته باشد 1 در 1,000,000 ممکنه، یعنی حتما وجود داره حیات در کرات دیگر، ولی این که یه آدم فضایی باشه و با یک سفینه اومده باشه کره زمین غیر ممکن می نماید. بگید چرا نمیتونن به همون سرعت نور کسی بشکنه و بیاد و اینا؟ برای خاطر اینکه دفعه پیش صحبتش کردیم بهتون گفتم، اولا آلبرت اینشتین خود تئوریش میگه که به سرعت نور نمیتونید مسافرت بکنید، هیچ چیزی نمیتونه به سرعت نور مسافرت کنه. دفعه پیش بهتون گفتم ما اگر بشینیم توی یه دونه سفینه الان داشته باشیم، فردا آماده باشیم اونجا تو کیپ کندی، بنده برم اونجا بشینم تو سفینه، منو بفرستن آسمون، بگن که آقا با هر سرعتی که خواستی میدونی بری، من شروع کنم به سرعت با زیاد کردن، برم محال ممکنه که از سرعت نور بتونم تندتر برم. چرا؟ برای خاطر اینی که همینی که شما سرعتتون بالا میره و نزدیک بشید به اینی که به سرعت نور بشید، وقتی میگم نزدیک بشید یعنی از 90% به بالا که برسید، تمام اتم های بدنتون شروع میکنن به ذوب بشن. مش میدید که وقتی که شما اگه با سرعت نور دارید مسافرت میکنید، هیچ اتمی دیگه از در بدنتون وجود نداره. در صورتی که من شما که الان اینجا نشستیم، اوکی، 98% بدنمون فقط آبه. H2O، همین آبی که میخوریم. آرایت؟ آبه. ولی اگه به سرعت نور بخواید برید، 98% ویپر که هیچی هستن، ویپر هاست که هیچی، اصلا اتماش از بین رفته. This is the law of
of quantum mechanics گوش بدید چیز فیزیکه برابر این سرعتی که بشر میتونه مسافرت کنه حالا فرقی نمیکنه شما کجا دارید زندگی میکنید در سطح زمین دارید زندگی میکنید روسیه زندگی میکنید یا آمریکایی هستید یا اینی که برید بیرون توی یه سیاره دیگه زندگی کنید یا برید بیرون توی یکی از ستاره های دیگه ای که روی گالاکسی راه شیری هستن از اونجا اگه باشید هیچ فرقی نمیکنه هر جای دنیا که شما باشید سرعتتون بیشتر از سرعت نور نمیتونه به خود سرعت نور هم نمیتونه برسه نه به سرعت نور نمیرسه چون به سرعت نور که برسید هیچی دیگه ازتون نمونده و جناب ویکتوری به این ترتیب ما خب میدونیم در کهکشان راه شیری و در منظومه شمسی در حقیقت در منظومه شمسی موجود فضایی هیچ وجود نخواهد داشت و نیست برای اینکه خب ما ملاحظه کردیم به وسایل گوناگون نزدیکترین سیارات یا ستاره هایی که اگر قرار بوده آدم هایی یا موجودات فضایی به کره زمین بیاد شاید چندین هزار سال نوری با ما فاصله دارن دیگه نه؟ آره بابا جون اصلا چطور ممکنه یه موجودی چندین هزار سال نوری رو طی کنه بیاد پیش ما؟ اون یه بحث دیگه ایه که همه رو بل کنه بیاد فقط پردوه ما مسافرت به 60% سرعت نور از 60% سرعت نور به بالا مسافرت محال ممکنه که هیچ نه فقط بشری هیچ چیزی یه درخت هم بذارید توی یه دونه موشک بگید آقا جون 75% سرعت نور رو بیا مسافرت کن همون بلایی که سر یه بدن آدم بیاد سر اون درخت هم میاد اتماشه که اینجوریه همه ما از اتم درست بودیم خوش میدید؟ ولی اگه همه ما رو بخوای نگاه کنی واقعا all of us are of the same thing بیشترمون هم آبه آقای ویکتوری ولی این طبق قانون علم پس چجوری فرشته ها از پیش خدا اومدن با پیامبران صحبت کردن جبرئیل؟ بری از اونایی که میگن اومدن از اونا خوب بپرسی برای همینه که آقا جون من دارم به تو میگم کتاب خدا دین علم رو بگیرید بخونید خوش میدی؟ برای همینه که من دارم این رو بهتون میگم اینی که فرشته ها دارن میگن هر چیزی که هر چیزی که شما دین بهتون گفته که شده یا وجود شده یا بشر و اینا اون هیچ کدوم اینا صحیح نیست اگه اجازه بدی از تاریخ همین این بشقاب های پرند و اینا اون بریم جلو چون الان چیزی که من بهش دست دادم فقط گفتم که سال 1877 یه ایتالیایی به اسم شاپیرلی به سطح مریخ با یک تلسکوپی که خودش درست کرده بود همه این ستاره شناسا اون موقع تلسکوپ هاشون رو خودشون درست میکردن اونجا رو دید یه دید که جای سیاه داشته و جای سفیدتر داشته اینا رو گفته اینا حتما اقیانوس هستن خط کشیده اینا رو به هم دیگه وصلشون کرده گفته اینا هم کنالی هستن کدال هستن اینا اون و بعدا اون عکسو که بیرون داد اون اولین باری بود که مردم شروع کردن به اینکه hey, guess what در مریخ آدمه خب میدونی که فقط این یارو اومده گفته که در همچین چیزی ممکنی که وجود داشته باشه روی چی؟ روی سیاهی که فقط روی دو تلسکوپ ده خوش میدید؟ این روی اونو اینا اون موقع شروع کردن اینو فعلا ترجمهش کردن به اینی که در اونجا آدم وجود داره خوش میدید؟ و از اونجا شروع شد به اینی که ای در مریخ اقیانوس وجود داره کانال وجود داره رودخانه وجود داره آدم وجود داره پس آدم لازم بوده که این کانال ها و اینا رو بسازه اگر این حیات در اونجا وجود داره حتما خب آدم هستن رو دارن زندگی میکنن و هر چی که تو دلت بخواد هر چی که به فکرت برسه شما میایید و اینا رو اختراع میکنید و میگید
اون اول موقعی شد که دیگه این بشر چیزی نیست، 140 سال پیش بوده، 140 سال داری شد، وقت نیست در بله. علم، در علمی که ما داریم زندگی میکنیم و در دورانی که ما داریم زندگی میکنیم. و شما فقط ببینید مردم، فقط یه چیزی رو فکر کنید، در عرض یه سال گذشته همه تون فهمیدید، میگن AI Artificial Intelligence. این یعنی چه؟ این یعنی یک کامپیوتری که میدونه درستش میکنن، این یه مش چیزای الکترونیکیه که میدونه از بشر چیز بیشتر فکر بکنه، بهتر فکر بکنه. وقتی میگم فکر بکنه یعنی scientific reasoning داشته باشه برای چیزهایی رو که ما روش interested هستیم. مثلا اینا دارن میگن که این artificial intelligence همه زندگی ما رو به تو دست خودش میگیره، این ماشینایی که این کارا رو میکنن میدونن، میدونن که اینا رو ما درست بکنیم که بدونن که قادر باشن به اینی که اینها این فکر رو بکنن. فکرشون بالاتر از فکر ماست. ما به اونجا رسیدیم. آردی ما به اونجا رسیدیم. و برای حالا همین امروز بود، امروز و دیروز بود، این نخست وزیر ژاپنیا که اومده اینجا با پرزیدنت ما که الان هستن با همگی قرار گذاشتن که دو تا ژاپنی بیان با فضانوردهای آمریکایی برن تو کره ماه با هم دیگه. این دیگه شما گوش میکنید و میگید آره حتما میان و میرن، آره منم میگم که میان و میرن، چرا نه؟ بس خاطری که دیگه عادت کردیم به اینی که بگیم آقا جون ما میخواییم بریم کره ماه، میدونیم که میریم کره ماه و میاییم. پیش میدین؟ من مطمئن هستم که یه مدتی دیگه، حالا نمیدونم بهتون بگم که 20 سال دیگه، 40 سال دیگه، 100 سال دیگه، ممکنه بگم که ما بشینیم بریم بگیم که برو میخوای واسه ویکند بریم ماه و بیایم. This will become part of life. یا اینی که ما در اون موقع صحبت از این بکنیم که بگیم که اونایی که رفتن در مریخ دارن زندگی میکنن، کیایی که رفتن تو در مریخ زندگی میکنن، بهتون میگم کیا. ما میدونیم که الان مریخ حتی یک تک سلولی هم وجود نداره. چرا ما اینو میدونیم؟ برای اینکه ماشین فرستادیم اونجا، این ماشین راه رفته سطح مریخ، راه رفته، میدونه که در اونجا هیچ آبی در سطح اونجا وجود نداره. تنها جایی که آب درش وجود داره یکی از ماه‌هایی هست که دور نپتون هست، یکی از دور نه ساترن، آره دور ساترن هست. اوکی، ما می‌دونیم که در اونجا اقیانوسی وجود داره، عکسش رو گرفتیم، رفتیم پایین، اوکی عکس گرفتیم و دیدیم که آب دریاست. تنها جاییست که می‌دونیم که دریا هست و اینو. البته بعداً یه دوره ماه دیگه ما به دوره مشتری پیدا کردیم، اوکی، که همش دریا، همه سطحش کاور با آب. بهتونم من دفعه پیش بود یا دفعه قبل از پیشم بود که بهتون گفتم که این آبهایی که میگن توی این سیاره های دیگه وجود از کجا اومده؟ همه اینا از این ستاره های دنباله دار اومدن. و آسمون رو همیشه نگاه میکنید، هر چیزی که از دور میاد میبینید ستاره دنباله دار. شما اگه ستاره ای دیدید که بهتون گفتن ستاره دنباله دار اومده، به شما هم حتما دیدید. من خودم چندین بار ستاره دنباله دار دیدم، رفتم پیش موقعی گفتن همچین چیزی هست، رفتم و نگاه کردم و یه ستاره دنباله داری که میبینید، میبینید چی دارید میبینید؟ داری یه کوه یخ میبینید. این ستاره اصلا ستاره نیست که بگیم هیدروژن با هم دیگه داره اتمی داره تبدیل میشه به هیلیو که بشه یه دونه مثل یه ستاره مثلا، یا اینی که اتم های وزن مختلف داشته باشن که به حساب چیزهای چیز باشد، چی میگن، فلز
فلز باشن و نمیدونم چیزهای دیگه باشن این اون که انواع و اقسام اعضای شیمیایی باشن که ما بتونیم در از اونها چیزهای مختلف رو درست کنیم. این چیزهایی که تو زمین داریم الان هممون باش عادت داریم و عادت نداریم. اینها بازم دارم میگم هنوز که اینجا نشستیم با وجود اینی که اینقدر ما پیشرفته هستیم، من دارم هم سعی کردم بهتون بگم که در عرض همین دو سال پیش ما در دو سال پیش تا حالا ما چقدر پیشرفت کردیم. یه وای به از حالا تا 10 سال دیگه. من 90 سالم شده. من یه سه چهار ماه پیش شد 90 سالم شد. بزرگترین ترسی که من دارم از مردن نیست، بزرگترین ریگرتی که من دارم از تأثری که دارم واسه این نیست که میبیرم، چون میدونم که باید ببیرم. میدونی چیه؟ زنده نیستم که این چیزایی رو که بشر میتونه بفهمه به دست بیاره جلو بره در آسمان بریم مریخ رو ببینیم، بریم اینجا چیزهای مختلف رو ببینیم، آرتفیشال اینچرس رو ببینیم، من زنده نیستم که اینا رو ببینم. این this is my thing. این تنها ترس من فقط از مردن اینه که من اینا رو نبینم. دکتر روح شما خدا نکنه ببینی، البته ایشالله سالها زنده باشیم، ولی روحتون میبینه اینا رو. یه روحی بابا بلم کن، بازم میخوای منو پرابلم مندازی داریوش. وقتی میشینیم خواهش میکنم صحبت از روح نمیدونم این اون این چیزایی که به وجود هر چیزی که بستگی به دین داره نزد. فعلا همه میگن که کتاب خدا دین علم ویکتوری میگه که خدا نیست. چرا؟ چون من مجبورم به تو بگم که آقا روح وجود نداره، چون من روحی ندیدم، من خودم ندیدم، نه روح کسی اومده منو ببینه، من نه روح بابامو دیدم نه روح مادرمو دیدم، هیچی که بدونم که روحی وجود داره. نه وقتی یه نفر، من یکی دو سه نفر دیدم که مردن، بودم تو اتاق که مردن، من چیزی ندیدم از اونجا بیاد بالا که بگیم این روحش اومده بالا رفته. نه دیدنی نیست این چیزا، حس کردنیه. آه دیدنی نیست که دیدن کی بود آنده دیدن. آخه اشکالش اینه که ثبتم نمیشه کردش، بگی با یه دوربینی یه چیزی ثبت. البته بازم شارلاتان هایی هستن که یه چیزایی رو میسازن، بعد مطالبی رو میگن، حتی ویدئو میسازن. یه چیزی تو از آقای آخوندت بپرس، تو مسلمونی یا بله. اگه یه مسیحی هستید دارید اینجا رو گوش میکنید، یا اگه یه یهودی دیگه هستید، خواهش میکنم یک سوالی از این کشیش تو، کشیش بزرگتون، حتی پوپ، هر کسی، یا پوپ یا راب داوید ربای یهودی ها در لس آنجلس و اینا، اوکی؟ از اینا یه سوال فقط بکنید. آقا چرا ما اینه نمیبینیم؟ ممکنه به من بگید اون کسی که خدا رو آورد و گفت خدا هست و این حضرت ابراهیم بود و این اون، چرا خدا که شما میگید هست و وجود داره و همه این کارها رو میکنه و اینه، چرا این دلش میخواد که ما هیچی نبینیم بعد از اینی که آخه بردیم؟ جسم نیست که ما ببینیم آقا، عقیده است، ایمانه. عقیده و ایمان پس وجود نداره. ببین یه چیزی که وجود داره داریش جان، یه چیزی که وجود داره مثل تو هستی اونجا وجود داری، من روح ماهت رو میبینم، وقتی هم ببینم دو تا بوست میکنم، مش میدی؟ خب بذاری من یه نکته ای رو بگم. کتاب خدا دینل و پدیده‌های الان راجع به، چون آدم های فضایی صحبت میکردیم، تمام مطالبی که در ویدیوها در مدارک کنه و اسنادی که ارائه دادن، گفتن آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل آدم فضایی ها اومدن، اهرام ثلاثه مصر اینجوریه، نمیدونم مجسمه های جزیره ایستر اینجوریه، معبد خدایان اینجوریه، همه این مطالبی رو که به عنوان استناد به اینها گفتن آدم های فضایی اومدن، در کتاب پدیده های فضایی همه رو دقیق گفته به این دلایل اینا میگم، بعد دلایل علمیش هم آورده که چرا اینا درست نیست و اشتباهه و این شارلاتان ها فقط این اینا جواب این سوالا رو که نمیدن، فقط سوالا رو مطرح میکنن، مثل همین مثلا اهرام مصر که میگن باید دو برابر قاعدش رو زبدن هم ارتفاع کنیم، عدد پی، مثلا عدد پی یک عدد مطلقه، اصلا به طول و عرض و اینا نیستش که شما بگین، یعنی خیلی علمی توی کتاب بگیرید بخونه این دو کتاب رو،
عرض کردم تعدادش دیگه خیلی کم مونده. اگر میخوان این دو کتاب رو زنگ بزنید به همین شماره 818-451-5678 با تخفیفی که جناب ویکتوری روش گذاشتن به جای $200 $120 پرداخت کنید، به علاوه هزینه پستش البته هر جا که هستین. اون دو کتاب رو تهیه کنید بخونید ببینید آقای این آقای ویکتوری چی میگن علمی راجع به این مسائل، راجع به تمام مسائلی که در این کتاب اومده نسبت به عقاید و نمیدونم این حرفایی رو که ما باور کردیم سالهای سال 1400 ساله راجع به اینا صحبت کردیم که عقاید مذهبی مونه، و یا راجع به مسائلی که 130-140 ساله راجع به آدم فضایی ها، راجع به کرات دیگه، راجع به خیلی چیزها اومده. بخونیم ببینیم که وجه علمی این جریانات چیه، خیلی میتونه رو ماها تأثیر بذاره اینا در افکارمون در اندیشه هامون. ما به پایان وقتمون رسیدیم جناب ویکتوری، یه بار دیگه خیلی ممنون. من فکر کنم هفته دیگه هم باز راجع به این مورد باید صحبت کنیم. نه فقط وقت اولش شپرلی اومدیم، فقط یه صفحه رفتیم. هفته دیگه از شپرلی میریم جلوتر، میبینیم دومین شخصیتی که روی این کار کرد و بیشتر مردم معمولی رو داخل این کار کرد. گوش کردین کی بود؟ یه آمریکایی بود به اسم پرسیوال لوئل، که اینا هفته دیگه راجبش صحبت میکنیم. بعدش درباره اورسون ویلز، اینا چه نقشی داشتن در تاریخ اینی که بشر بدونه که آیا در منظومه شمسی بذار بگیم بله. به غیر از زمین جای دیگه ای آدم موجود زنده وجود داره یا نه؟ اورسون ویلز که یک تجربه بی‌نظیر رادیویی هم داشت که یه روز دور رادیو اومد اعلام کرد که آی آدم فضایی‌ها اومدن و حالا راجبش دفعه بعد صحبت می‌کنیم. این اورسون ویلز بود. بله همه اونو میگم، اورسون ویلز رو میگم. بله بله من هم اونو میگم. بله بریم برای اتمام برنامه. خدا نگهدارتون تا برنامه آینده. جناب ویکتوری خیلی ممنون که باز هم ما در خدمتتون بودیم. پس برنامه تموم شد. بله. اوکی. بله امروز. اوکی پس تا هفته دیگه. خدا نگهدار.